36 سال پس از آغاز طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم، کهنه سربازانی از هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مقاطع مهمی از این نبرد 8 ساله را روایت می کنند. روایتی که حاصل 2 سال تحقیق و پژوهش مستمر با هدف دستیابی به اشخاص و تصاویری قابل اتکا برای ارائه به نسل‌هایی است که این دوران را نزیستند. راجر ما یکم کم میکنیم. سمت راستمون روی ارتفاعات دود توپخانه هست. دیدبانش ول کرده. داوود نجفی. بگو. داوود جان فرمیشن اوکیه؟ داوود اصلا تو بیرونی کشتا ترازیلی رو بخونه؟ گرفتم به چپ. گرفتم به چپ. راجر من رفت شدی کنم. آیا در را. در سال 1366، هشتمین سال جنگ، ایران تمرکز نیروهای خود را از جبهه‌های جنوب به سمت غرب و شمال غرب تغییر داد. پیش از آن، در ماه‌های پایانی سال ششم جنگ و در عملیات بزرگ ولفجر 8، فاو به تصرف رزمندگان ایران درآمده بود. درست 1 سال بعد، در عملیات موفق کربلای 5، ایران گامی اساسی برای تصرف بصره، شاهرگ حیاتی صادرات نفت عراق، برداشته بود. عراق بیمناک از سقوط بصره تمام توان نظامی خود را معطوف به جبهه‌های جنوب کرده بود. تمرکز کامل ارتش عراق در جنوب، گشودن جبهه‌ای جدید در نقطه‌ای دیگر از خط نبرد را گریزناپذیر می‌کرد. عملیات ولفجر 10 با هدف تصرف بخش‌های از کردستان عراق در 23 اسفند 1366 از محورهای کوهستانی و صعب العبور شمال غرب کشور آغاز شد. یکی محور شمالی بود که طرف خرمال عراق بود، یکی میانی بود که سمت دوجیله بود و شهر دوجیله، و جنوبی بود که ما اونجا مستقر بودیم که سمت حلبچه بود، از پشت سد دربندی خان به حلبچه. کل هلیکوپترهای مچه سلیم، اعزامی از مچه سلیمان، افش فرمند کبرا و 214 اینا در دره دزلی مستقر شدیم. سرنگ چختابیان سرپرست گروه بودن و در منطقه جنوب ما گروه پشتیبانی عمومی اصفهان بود به سرپرستی سرهنگ محمد انصاری اون زمان. در ابتدای همین سال بیش از 20 عملیات آفندی در این منطقه انجام شده بود. عملیات‌های محدود اما با هدفی مشخص، نزدیک شدن گام به گام به شهر سلیمانی عراق. در سرزمینی کوهستانی که پیشروی و حفظ هر ارتفاع آن کاری بود سخت و دشوار. اگه در تصویر داشته باشیم هلیکوپتر عراقی را می‌بینیم که مشغول دفاع از نیروهای شکست خورده عراق است و هماکنون در حال فرار از منطقه هستش. ما این دفعه به اتفاق فرمان گردانمون تیمسار نازوری رفتیم در نقطه به اسم لشکرگاه که سمت راستمون میشد تقریبا پاوه. یه منطقه است به نام لشکرگاه. این لشکرگاه نزدیک نوسود، پاوه و حلبچه است تقریبا. یک منطقه دیگر هم انتخاب کرده بودن به نام شیخ سله، یه مقداری با ما فاصله داشت. یه منطقه هم بود به نام تاویر، منطقه تاویر که ستاد هوانیروز اونجا مستقر بود. منطقه لشکرگاه رو سپهبد شهید خیلی روش تاکید داشت که خلبانایی برن اونجا
که از نظر مهارت در سطح بالا باشن، چون بسیار سخت پرواز، کوهای صعب العبور، آب درفت، دان درفت داره، باد شدید اونجا و عملیاتی هم که بناس انجام بدن نسبت به پایین مشکل تره. افسر عملیات هوانیروز حلبچه انتخاب شدم و اولین پروازمو از کرموشاه با یک جت رنجر شروع کردیم و رفتیم به سمت پاوه و از پاوه هم یه جای به نام لشکرگاه که اونجا محل استقرار هوانیروز بود. هدف عملیات در اولین مرحله تصرف شهرهای دوجیله و سید صادق، خرمال و حلبچه بود. با تسلط بر این شهرها و دستیابی به ارتفاعات مشرف به سد دربندی خان، چند شهر مهم عراق از جمله سلیمانیه در تیررس نیروهای ایران قرار می گرفت. از اصفهان اعزام شدیم به کرمانشاه. موقع فرمانده یگانه کرمانشاه جناب علی حسین انصاری فرمانده بودند. وقتی که رسیدیم گفتیم چه خبر؟ ایشون گفت که باشید، جناب شیرازی رحمت خدا رحمتشون کنه، جناب سید شیرازی میان و توجیه میکنن. حالا جناب سیاد یکی از کسایی بود که رو نقطه توجیه میکرد، خیلی قشنگ، یعنی به خصوص تو کردستان با ایشون که ما کار میکردیم خیلی راحت بودیم، چون هم هلیکوپتر رو میشناخت، هم مختصات دادن رو خیلی خوب رعایت میکرد. ولی با این حال شناسایی فیزیکی خیلی مفید بود در کار، چون میخوای به منطقه وارد شی که انواع اقسام پدافند رو کار میکنه. کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه عملیاتی ولفجر ده و دشواری نقل و انتقال نیروهای رزمنده و تجهیزات، توجه فرماندهان جنگ را بیش از پیش معطوف هوانیروز کرده بود. سردار صفوی به وسیله بی سیمچی گفته بودن که سرپرست هوانیروز بیاد با من صحبت بکنه. من رفتم، گفتش که من میخوام شنوک بیارم اینجا. رفتم بهشون قبولوندم که سردار اگر شنوک بیاد اینجا احتمال تیر خوردنش زیاده، احتمال سقوطش هم زیاده، 214 رو ما به سختی آوردیم، اگر شنوک بیاد به مشکل میخوره. ایشون گفتن که ما بار و آذوقه و مهمات و نفر خیلی زیاد داریم و با 214 فکر نمی کنم شما بتونین ببرین. من گفتم که شما خیالتون راحت باشه، اگر ما نتونستیم ببریم شما شنوک بیاریم. تیمسار سید شیرازی خدا رحمتشون کنه، ایشون دیگه فرمانده نیرو زمینی نبودند، ولی چون طراح عملیات بودن از ایشون دعوت شده بود که برای اجرای عملیات هم خودشون تشریف داشته باشن. برصورت جوانرود رفتیم و بعد از جوانرود هم هدایت شدیم به طرف منطقه به نام لشکرگاه. در اونجا فرود اومدیم و عرضم به حضورتون توجیهات لازم رو کردن، دستورات لازم رو تیمسار سید شیرازی دادن و فرمانده گروه پشتیبانی هم تیمسار صفای نجات به صورت تدارک هلیکوپترهای بیشتری دیدن برای انجام این عملیات. محور جنوبی گذر از رودخانه سیروان بود، بعد سد دربندی خان و بریم حلبچه. رودخانه آب سیروان 100 متر عرضش بود، 20 متر عمقش. آب عظیمی وارد سد دربندی خان از ایران میشه. پشتیبانی ما باید ترابری پرسنل به صورت هلیبورن یا حمل تجهیزات به صورت بار خارجی، تجهیزات سنگین یا تخلیه مجروح احتمالی و تیم آتش هم که پشتیبانی از یگانهای تکبر بکنه. ما قبل از طلوع آفتاب روز 26 عملیات رو شروع کردیم. عملیات هوانیروز شروع شد. ما رفتیم به سمت حلبچه جهت تخلیه مجروحین، البته هلیکوپترهای حملبرمون که به حساب 214 ها و شنوک بودن مجروحین را حمل میکردن و عقب میآوردن. کبرا هم به هر حال عملیات خودشون رو باید در خط شروع میکردن که شروع کرده بودیم. روز عملیات که شروع شد ما 3 سورتی پرواز انجام دادیم به سمت شهر حلبچه. نیروهای عراقی بودن در منطقه، با اونها درگیر شدیم. یک ایستگاه فشار گاز بود، اون رو مورد هدف قرار دادیم.
ما هم معمولا با جناب بابایی دو تا تیم می شدیم، یعنی معمولا تیم اول رو با هم دیگه می رفتیم، چون مکمل خواستیم دو تا باشیم که زیاد همچین سرعت عمل بالا، تیز و سریع باشیم و نقصی در کار نباشه، چون می‌خواستیم شناسایی اولیه رو بکنیم، نه بخوریم از دشمن، به اصطلاح همین که منطقه رو خوب شناسایی بکنیم. با هم می‌رفتیم برمیگشتیم، بعد می‌شدیم دو تا تیم، یه تیم لیدرش ایشون می‌شد، یه تیم هم لیدرش من می‌رفتم برمیگشتم، تیم اینا آماده بود می‌رفت، دوباره برعکس ایشون که برمیگشت تیم ما. چه خبر از عملیات؟ خوبه عملیات، مشکلی نداریم. ما از گروه کرمان اینجا اومدیم و برای در اختیار عملیات هستیم و حدود 15 فروند هلیکوپتر آوردیم که این هلیکوپترها در خدمت عملیات هست. امیدواریم بتونیم ما هوانوزی ها خدمت شایانی به انقلاب جمهوری اسلامی و مملکت عزیزمون بکنیم. حسین عباسی با سرهنگ کریم خسروی، اینا یک بار خارجی می بردن. وسیله مهمی باید اسلینگ بشه به شاخ شمران. ما پرواز اون رو شروع کردیم، اسلینگ کردیم. اون منطقه خیلی منطقه بادخیز بود، توربلانس‌های شدید داره، بار خارجی هم که میبری یعنی هر لحظه ممکنه یه اتفاقی برات بیفته. هواپیمای دشمن بهشون حمله میکنه. مهندس پرواز ما برگشت گفتش که جواب بسی هواپیما. من برگشت من دوست عزیز هواپیما اینجا زیاده. گفت دارم میزنم. یهو برگشتم عقب دیدم که دو تا میک دارن شلیک میکنن. من گفتم خورد. پروسیجرش اینه که بارو رها کنن در رن. ولی این کار نکردن. من یه لحظه تو اون ارتفاع نگاه کردم، دیدم یه حاشیه مار رو تو اون قسمت بالای کوه هست. کویک استاپ کردیم، اسلینگ رو من گذاشتم، اون بارم رو گذاشتم، چون میگفتن خیلی مهمه، خیلی هم باید آهسته میذاشتم صدمه نبینه. گذاشتم و در رفتم. بعدن که منطقه خلوت شد اومدن همون بارو برداشتن رفتن. وقتی که قضیه آرامش گرفته شد اومدم بغل بار که وردارم نگاه کردم جایی رو ما بار گذاشتیم به صلاح یه 6 متر 7 متر ارتفاع اینور بغلمون هست. اگر ساب بخوام برم رو بار که معمولا ساب باد بری ملخم میخوره به کوه. خدایا چجوری بده؟ مجبور شدم وسیله رو نسبت به سطح افق زاویه بدم، یعنی به این صورت بریم و خیلی سخت. کروچیپو فرستادیم پایین، هر کاری کرد نتونست این کار رو انجام بده. مجبور میشه آقای خسروی رو کمک خلبانش رو پیاده بکنه و این بار رو بزنه. یه نگاه به آقای خسروی کردم. گفت چیه؟ گفتم تو برو مارشالل بشو این آقا بندازه. بهش گفتم که کنترل شما نگهدار تا من از هلیکوپتر میپرم پایین، میرم این بارو میزنم زیر هلیکوپتر رو میام بالا. خیلی آقایی کرد، خیلی لطف کرد. معمولا کسی کمک بشه یا فلان این کارو انجام نمیده. اون آقا به خاطر اهمیت این بار و اعتقادی که من بازم از اینجا ازش تشکر میکنم، من بودم نمیکردم. بردیم این بارو شاخ شمران، اسلینگو گذاشتیم. از اونجا ما دور نشده بودیم، تو شبکه اعلام خوشحالی شد. اولین هواپیما رو با اون وسیله انداختم در اونجا. در همون ابتدای عملیات اعلام کردن که حلبچه سقوط کرده و به دست نیروهای خودی افتاده و بسیار خوشحال کننده بود این خبر. با توجه به اینکه وقتی که بچه ها رسیده بودن به حلبچه با آغوش باز پذیرفته بودن اینها را و حتی سر رای اونها قربانی کرده بودن، گوسفند، گاو، اینها قربانی کرده بودن و با آغوش باز رزمندگان عزیز را پذیرفته بودن. این مسئله مقدار برای رژیم بحثی
یه مقدار سنگین بود و غیر قابل پذیرش. امت قهرمان، مردم مسلمان ایران، آنچه مشاهده می کنید تصویری از شهر مهم و استراتژیک حلبچه است که اینک توسط رزمندگان دلاور اسلام به محاصره کامل در آمده است. با موفقیت مرحله اول عملیات و پس از تصرف خرمال و حلبچه، در حالی که رزمندگان ایران مشغول پیشروی بودند، اتفاق نادری به وقوع پیوست. صدام دستور بمباران شیمیایی حلبچه و ساکنان کرد عراقی را صادر کرد. همینک هواپیماهای متجاوز بعثی عراق شهر حلبچه را که در تصرف رزمندگان اسلام است بمباران می کنند. نیروهای مزمحل بعث عراق که اینک از نیروهای زمینی رزمندگان اسلام شکست فاحشی خوردند، سعی در تخریب شهر مهم و استراتژیک حلبچه دارند. اگرچه پیش از این هم صدام چندین بار در جبهه‌های جنگ اقدام به استفاده از بمب‌های شیمیایی کرده بود، اما این اولین و سبوآنه‌ترین کشتار غیر نظامیان خودی توسط عراق بود. متأسفانه حکومت بعثی عراق به مردم خودش هم و غمناکترین عملیاتی که من شرکت کردم این ولفجر ده عملیات شروع شد. شما نمی‌بینید چه فاجعه‌ای بود. شروع کرد به بمبارونای هوایی. خب ما عادت داشتیم به این بمبارونا و چیز عجیبی برامون نبود. بعد متوجه شدیم که این بمبارونا شیمیایی هم هست و عمدتاً بمبارونای شیمیایی دیگه حالا داره انجام میشه، هم در خرمال هم در حلبچه. صدام که دید حلبچه در آستانه سقوط هست، دو جیله در حالت سقوط هست، اقدام کرد که یک، نابودی انسانهایی که اونجا هستن، دو، یک اصطلاحی است به عنوان شهر سوخته رو تحویل دشمن بده. من به جرأت بهتون بگم نیست کسی در حلبچه باشه که شیمیایی نشه. هی من دیدم خدا این چیه و کلاغ و فلان، دیدم نه این پرنده هست گپ گپ میخوره. بعدش یه مرتبه من دیدم که سرم گیج میره، با یه توییتر رفته بودم، هر کار کردم دیدم محمد هم اینجوری میره و فلان. این آب داشت داخل چیز آب آورد و دستمال زد و گفت ما شیمیاییه. سری دستمال فلان هر کار کردم ماشین روشن بشه ماشین روشن نشد، برعکس. آقا چیکار کنیم؟ خلاص کردیم دندقه ماشین روشن کردیم، روشن کردیم، دور زدیم. یه الان هم که صحبت میکنم نفهمیدم چی شد. بلا استثنا همه ما شیمیایی هستیم. تقریبا اکثر بچه‌هایی که اونجا بودن از نظر این مسئله حالا کم و زیاد شیمیایی شدن، چون بد جوری منطقه رو شیمیایی کرد. فردا صبح محلی که ما قبلا مستقر بودیم و شیمیایی زدن و تمام بچه‌های مخابرات سپاه اکثرا شهید شدن. یعنی اصلا فرصت جا به جایی هم پیدا نکردن. و خیلی واقعا انسان میخواد که این به خودش این جرأت رو داد بده که مثلا 10,000 تا انسان رو به نیستی بفرستن و این کار رو صدام متاسفانه کرد.
صدام که از ترس انجام عملیاتی بزرگ در جنوب نمیخواست نیروهای خود را به شمال اعزام کند، با این قتل عام وحشیانه تلاش کرد تا جلوی پیشروی نیروهای ایران را بگیرد. این عملیات من به شما میخوام بگم که سپاه واقعا نظر اطلاعات دستش پر بود. کردا همکاری داشتن. صدام هم به خاطر این حلبچه را بمباران کرد. دلیل بمباران صدام این بود که مثلا عراقی ها به ما خیانت کردن، رفتن با ایرانی ها دارن همکاری میکنن. و خوشبختانه تواضع و برخورد اسلامی رزمندگان با این مردمی که این طور بیگناه آواره این دشت و بیابون و کوه شدن بهشون دارن کمک میکنن. یکی درست که از این عملیات گذشت، فوج مردم حلبچه به سمت ایران شروع کردن به طرف مرزهای ایران اومدن. اینا مردم همین حلبچه و خرمال و این تو جوهاز دو جیله اینا رو بیچاره رو بمبارون شیمیایی کرده. یه تعدادشون رو دیروز پریروز خالی کردیم، امروز هم یه تعدادی دیگه هستن که باید خالی کنیم. همینجا که داشتیم پرواز میکنیم، من یهو سمت چپم رو نگاه کردم، دیدم که یه چیزی در حدود 8-9 هزار نفر مردم حلبچه تو این پایین هستن. خب استعداد دارین که کردها لباسای رنگی میپوشن، آبی، قرمز، زرد، به خود خانوماشون. از بالا که به سلام ما پرواز میکردیم، صدای هلیکوپتر برای اینا وحشت‌آمیز بود. اینا میترسیدن، سمت چپ سمت راست میرفتن. از بالا یه صحنه قشنگ بود، ولی اونها در واقع داشتن میترسیدن. من نگاه کردم اینا اینجا چیکار میکنن. اومدم حدود 200-300 متری اینا نشستم و فرامین رو به این دوستم دادم، اومدم پایین. شروع کردم دست تکون دادم. دیدم اینا به جایی که نزدیک بشن فاصله میگن، میترسیدم. دیدم که یه نفر داریم به سمت ما میاد. اومد. حدود 100 متری 80 متری رسید، دیدم یه خانومه، قد بلند حدود 2 متر، موهای طلایی تا زانو، عرضم رو داره به سمت از این چیزای کردی هم بسته به سرش داره میاد. اومد و 2-3 متری من که قرار گرفت، دیدم که چارزانو نشست، دستش اینطوری کرد و شروع به گریه کرد. من یه نگاه کردم، متاثر شدم، دیدم که آب، صحبتی هم که من متوجه نمیشدم چی میگه، دیدم آب میخوان و غذا. همه هم گشنه، تشنه. اینا 7-8 تا کورو گذرونده بودن، اومده بودن تو این دره، قرار نه راه پیش داشتن نه راه پس. آب جیره بندی طوری که کنها رو خیس میکردن، فقط لواشون رو خیس میکردن. خیلی صحنه بدی بود. من به این دختر خانم قول دادم، گفتم برمیگردم. این قول هم من گرفت که ما برگردیم، آب براشون بیاریم، غذا براشون بیاریم. اومدم سوار هلیکوپتر شدم و برادر شاملو فرمانده کل منطقه بود، خدا هر جا هست حفظشون، برادر سپاهی بود، خیلی آدم منطقی. رفتم بهش گفتم که برادر شاملو، داستان اینه 8-9 هزار نفر اونور منتظر هستن، آب میخوان، نون میخوان، هیچی دارن عبه میرن. آقای عباسی، مثل که فرمانده کل ارتش منم، من هم این خودت، مگه میتونیم عملیاتو متوقف کنیم به اینا کمک کنی؟ گفتم یه ذره فکر کردم، دیدم بنده خدا حرف رو درست میزنه، عملیاتی که ما نمیتونیم، ولی ناراحت شدم. اون محلی که ما استقرار داشتیم یه سوله بود که بچه ها میرفتن توش نماز میخوندن. ناخواسته من رفتم سمت اون سوله، گفتم دمت گرم ای خدا، یه کمکی بکن. من قول دادم. تو همین اسنا که من داشتم صبح مثلا با خدای خودم راز و نیاز میکردم، ساعت 2 اخبار دیدم مارش زد. دیدم حضرت امام یه پیام داد، رزمندگان اسلام، کسانی که در حلبچه هستن عملیات متوقف، به مردم حلبچه برسید. با هجوم بازماندگان بیپناه حلبچه به سمت مرزهای غربی ایران، امام خمینی در فرمانی دستور توقف عملیات و
و کمک رسانی به مردم و نجات آسیب دیدگان را صادر کرد. خلبانان هوا نیروز به کمک مصدومان و آوارگان شتافتند، در حالی که بسیاری از آنان از عواقب بمباران‌های شیمیایی در امان نمانده بودند. ما همه هلیکوپترامون رو به کار گرفتیم، برای هلیکوپتر 214 مون، البته شنوکا هم بودن، منتها شنوکا در منطقه فعالیت می‌کردن که ما تخلیه کرده بودیم، اونا رو به جای دیگه می‌بردن. ما 214 رو همه رو به کار گرفتیم که مردم رو هر چه بیشتر تخلیه کنیم به این طرف. اکثر این پرسنلی که ما تخلیه کردیم، لباسشون، بدنشون، کفششون، همه چیزشون آلوده بود. اینا میمدن تو هلیکوپتر ما، مثلا میخواست بیاد بالا دستش کروچیف میگرفت میمد بالا. اینا پرسنل ما یه تعدادی از همونجا شیمیایی شده. نفر از حلبچه همه به شیمیاوی مردن، از بچه کوچک، زن، پیر مرد، پیر زن. عملیات ما جهتش یه مقدار تغییر کرد و نمیتونستیم ببینیم که این خانواده ها به این شکل سرگردان باشن تو کوهستان ها. به هر صورت دستور داده شد که به این خانواده ها کمک بشه و اینا رو از این مناطق جابجا کنیم و برگردونیم به منطقه امن جوانرود. شیخ سله رو بمباران شیمیایی کرده بودم. من به اتفاق معاونت هم تیمسا صفای نجات که هر جا اصلا خدا حفظشون کنه، از لشکرگاه رفتیم ببینیم وضعیت بچه هوا نیروز اونجا چطوره. رسیدیم، بوی سیر، انواع اقسام شیمیایی زده بودن. من گفتم تیمسا نرو پایین. اصلا ما به شیمیایی شدن خودمون فکر نمی کردیم. اصلا فکر نمی کردیم که اینا آلوده به مواد شیمیایی هن. احساس می کردیم اینا مجروحانی هستن که ارزان بزرگتن احتیاج به مداوا دارن و باید اینا از طریق هوا تخلیه بشن. اصلا فکر نمی کردیم که ممکنه ارزان بزرگتن مواد شیمیایی تأثیری هم در ما داشته باشه. فرصت فکر کردم این قضایه نبود. از اونجا به بعد دیگه بچه های به صلاح عمل کننده سمت مخالف شهر رو، در حقیقت به سمت صد، یه ارتفاعی بود به اسم شاخ شمیران، این ارتفاع رو بیشتر از ما میخواستن که در اونجا کمکشون بکنیم. بچه های کوچیک، زنای بیپناه، اینا همه شیمیایی شده بودن و بسیار بسیار وحشت زده، مجبور بودن که به همون شکل سراسیمه محل زندگی خودشون رو ترک کنن و به کوه زده بودن. خب وقتی اینا به جای امنی میرسیدن، ارزم بزرگتون، وقتی هلیکوپترهای ما کنار اینا میشست و اینا رو نجات میداد، یک دنیای شادی براشون ایجاد میشد. نشستم تو حلبچه زمین که زن بچه ها بیان، دیدم یکی میزنه به شیشه. اون شیشه رو ما دادیم پایین، گفتیم چیه دیم؟ یه بسته داره هول میده تو. گفتم این چیه داره؟ گفتش که این تو این بسته همش طلاست، اینو بهتون میدیم، بهت میدم به شرطی که این زن بچه من همه رو ببر، منم نمیبری نبر. گفتم من ماموریتم اینه، به من ماموریت دادن که بیام شما رو تخلیه کنم. اصلا کارم اینه، کار برای من چیکار دارم تو حلبچه الان بیام اینجا؟ خودت برو زن بچه تون رو ورد و بیار، خودت هم سوار شو بیا، این طلاها تو ایران به دردتون میخوره. یکی از ماموریت‌ها که من رفتم انجام بدم، موقعی که نشستم توی اون منطقه‌ای که تخلیه مجبور بکنیم، یک بچه تقریبا 12 تا 13 ماهه کرد که دختر بود، گفتن اینو تو منطقه بوده و هیچ کس رو نداره. نمی‌دونیم که اقوامش، پدر مادرش اینا چی شدن. خیلی اولا قشنگ، بچه بسیار زیبا، چشمش آبی، موهای زرد و شاید هم نزدیک 2300 گرم طلا به ایشون بچه آویزون بود. نه به ما آوردیمش کرمانشاه و هرچی به ستادی تشکیل شده و برای جستجوی کسانی که گم کردن، هرچی به ستاد و این چیزا چیز کردیم، کسی پیدا نشد. شب به اصطلاح تو خونه سازمانی کرمانشاه از دوستان اون خانمهاشون اومدن و بچه رو بردن حمومش کردن، لباسهای بچه خودشون پوشوندن. بعد بچه فقط به جز من پلو هیچ کس نمی رفت، فقط منو قبول داشت، گریه میکرد.
منم از همین موادی که در اختیار داشتیم به اصطلاح بهش خوراکی میدادم و فلان چیزا، فقط منو قبول داشت، از بغل منم پایین نمیومد. من مجبور شدم 5 تا 6 تا پروازی رو که بعضیاش مثلا فرض کن تو عمق عراق بود با این بچه انجام بدم ماموریت رو. نکته جالبش این بود که مثلا موقع با برج تماس میگرفتن برگشتن، اول احوال مهمون کوچولو رو میپرسید، میدونستن. خلاصه این بچه یکی دو روز با ما بود و من دیگه قصد داشتم، گفتیم حالا به هر صورت این بچه رو با خودمون به خونه میبریم. حتی با خانواده هم صحبت کرده بودیم، گفتیم خب بالاخره مهمونی که واقعا خداوند هدیه کرده، حالا میبریم چون پدر مادر هم نداره فلان چیزا. تا روز آخر که اومدیم در کرمانشاه، پرسنل عقیدت سیاسی هم دنبال این قضیه بودن که پدر مادرش پیدا بشه. رفتن یک تاغبستان، یه بیمارستانی درست کرده بودن، رفتن اونجا و خوشبختانه مادر این بچه پیدا شد. ناراحت بودیم که چرا بچه رو از دست میدیم، چون واقعا بهش عادت کرده و دوستش میداشتیم. ناراحت از این نظر بودیم، ولی خوشحال از این که مادرش پیدا شده دیگه. من گفتم من به یه شرط بچه هم که خودم بیام بدم تحویل مادرش. رفتیم بیمارستان، مادرش دو چشمشو کور شده به خاطر شیمیایی کور شده. و من شاید میگم یکی از زیباترین لحظه‌هایی که تو عمرم دیدم موقع این بود که بچه رو تحویل مادرش دادیم. یعنی واقعا این مادر نمیدونم با این بچه چه کار میکرد. صحنه ای رو دیدم که یه مادری سوار شده و از این شیمیایی ها یه بچه شیرخواره داشت که داشت بچهش میخواست شیر بده. این مادر از بس تو این کوها آوارگی کشیده بود و گرسنگی کشیده بود و اینا شیر نداشت، این بچه سینه مادر رو رد میداد که بنده اون غذایی که داده بودن به من که بخورم، اتفاقا صدا سیما هم پخش کرد این حرکت بنده رو که خلبان غذاشو به افراد شیمیایی شده داده، بنده دادم غذا رو به این مادر، این مادر هم همه این غذا رو نتونست بخوره، همه اینقدر گرسنه بودند که این یه غذای بنده رو و غذای کمک خلبانم رو تیکه تیکه کردن و به همدیگه دادن و خوردن. و ما برای اینکه بتونیم تعداد بیشتری رو تخلیه بکنیم این طرف، مجبور بودیم هم هلیکوپتر که خاموش نکرده سوختگیری بکنیم، یا به قول بچهای فنیمون هات ریفیلینگ بکنیم. حتی بچه‌هامون فرصت غذا ناهار خوردن نداشتن، به صورت ساندویچ چه چیزایی میدادیم دستشون که همونطوری بخورن. یکی از این بچه‌ها اون موقع ستوان مصیبی بود، الان سرهنگ بازنشسته است، خدا خیرش بده. حتی این غذایی هم که ما بهش دادیم داده بود به این پرسنل پناهنده، خودش نخورده بود. در اون روز متجاوز از 10 ساعتشون پرواز کرد. همین امروز ما در یکی از محورها وقتی بازدیدی داشتیم، یه خلبانی که 10 ساعت تمام پرواز کرده بوده، وقتی غذایی به این خلبان میدن، این خلبان غذای خودش رو به یکی از همین شیمیایی شده های حلبچه میده. عملیات تمام شد، مقام معظم رهبری تشریف آوردن منطقه و به اسم گفتن اون شخصی که، اون خلبانی که در 12 ساعت پرواز کرده در روز و غذاشو داده به پناهندگان، من میخوام ببینمش. این یکی از افتخاراتی بود که نه تنها برای ارتش، نه تنها برای هوا نیروز، بلکه برای نیروهای مسلح این افتخاریه که شخص رهبری تشریف بیارن تو منطقه بگن فلانی رو من میخوام ببینم و مورد تفقد قرارش بدن. دلم میخواست که آقایون رو زیارت کنم و خدا قوتی بهتون بدم. الحمدلله این توفیق دست داد و انشالله که خسته نباشید و موفق باشید و با سلامتی و پیروزی انشالله در هنگام خودش به خانه خودتون برگرد. فعالیت عمده و سنگینی که هوانیروز در اونجا انجام داد، تخلیه مجروحین و رسوندن آذوقه و مهمات در اونجا بود که پیوسته و خیلی مؤثر انجام شد این کارها. همین سردار صفوی که به من گفت بارمون خیلی زیاده و با مسئولیت خودت 214 با 214 روز آخر اومد گفتش که
فلانی بارامون دیگه خیلیش مونده. ما فکر میکردیم اینا مصرف میشه، خوشبختانه به اونجاها نکشید و مونده و متاسفانه باید دو مرتبه تخلیه کنین بیارین. شهر حلبچه تصرف شد، دو جله تصرف شد، پاکسازی شد، بعد یگانهای به اصطلاح کسانی که باید پاکسازی میکردن از نظر شیمیایی وارد عمل شدن، پاکسازی کردن، بعد دیگه به تثبیت مغازه خودشون پرداختند و مردم هم به وسیله هلیکوپترهای هوانیروز به نقاط امن منتقل شدند. و این فرشته نجات که به هوانیروز واقعا تعلق گرفت، این خاری از حقیقت هم نیست. چرا؟ چون هوانیروز حتی به مردم که کشوری که بر علیه ما جنگ رو شروع کرده بود کمک کردن و اونا رو از مهلکه نجات دادن و این خود رأفت واقعا جمهوری اسلامی بود و بر صورت شجاعت رزمندگان بود که هم جنگاوری داشتن و چقدر مهربون بودن. در بمباران شیمیایی حلبچه بیش از 5000 غیر نظامی عراقی کشته و هزاران نفر مصدوم شدند. علارغم اسناد تصویری غیر قابل انکار از این جنایت جنگی و با وجود بازدید خبرنگاران خارجی، سازمان‌های بین‌المللی با بی‌تفاوتی آشکاری از کنار این مسئله گذشتند. عملیات والفجر 10 آخرین عملیات هوانیروز در طول جنگ نیست، اما تلاش و از جانگذشتگی خلبانان آن در نجات مردم بی‌پناه عراق برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار اوست.